نشست علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی شنبه شب مطابق با 26 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با تکلیف اموال و املاکی که صاحب آن دچار فراموشی و جنون شده فرمودند، دخل و تصرف و خرید و فروش چنین ملکی تا زمانی که صاحب آن در حالت جنون و فراموشی است جایز نیست و اگر هم در حالت فراموشی و یا جنون اجازه تصرف به دیگران بدهد اجازه او معتبر نیست. معظم الله در رابطه حکم اموال فردی که دارای فراموشی و یا جنون ادواری است فرمودند، می توان در زمانهایی که صاحب اموال و املاک به صورت موقت از جنون و یا فراموشی خارج می شود نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمود. ایشان در ادامه فرمودند، ولی اگر فراموشی و جنون چنین شخصی دائمی است تا این شخص زنده است، اگر نیاز به دخل و تصرف در اموال او نبود هر گونه دخل و تصرف در آن جایز نیست. آیت الله العظما شیرازی در رابطه حکم دخل و تصرف در اموال چنین شخصی در صورت ضرورت فرمودند، اگر فردی که دارای فراموشی و جنون است و دارای املاک و اموالی است و برای تأمین مخارج او و یا پرداخت دیون وی نیاز به پول هست، در چنین شرایطی ولایت بر اموال او با حاکم شرع است و چنانچه لازم باشد دخل و تصرفی در اموال او صورت بگیرد با اجازه حاکم شرع به عنوان ولی من لا ولی له باید صورت پذیرد. معظم الله در ادامه فرمودند، ولد اکبر و سایر فرزندان فقط در صورت مرگ او بر اموال چنین شخصی ولایت دارند، اما در زمان حیات او ولایت اموال فرد مجنون و کسی که دچار فراموشی شده با حاکم شرع است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. اگر ارتکاز کبرا، ببینید کبرای ارتکاز احدی شک درش نداره. ها، اما بحث صغراست. صغرا شما ببینید، اگر نگیم تمام متشرعه میگن دیوونه ای که 40 سالشه 30 سالشه میزنه مال مردم رو میشکنه، شیشه رو خورد میکنه، کوزه رو میشکنه، معاملات میکنه، تمام اینا میرن سراغ، میرن خیر باباشون میگن. اصلا کسی به فکرش نمیافته که من اینجا باید دارم از مرز تقلید حاکم شد. دلیل داریم ما ارتکاز عوام این که مسئله بلد نیستن. نه، ما دلیل داریم. ولی ما الله و ولی الله یعنی چی؟ وقت اولاد یا پدر حقیقت متشرع خودشون رو ولی این مظلوم میدونن. خب عوام متشرع خبی؟ نه، ارتکاز که میگیم معروف ارتکاز عوام و علما همه، نه ارتکاز عوام. ارتکاز عوام که هیچ اعتبار نداره.